تازه میان هم خجل هم شادمان هم تنگدل که از قبطه بیرون آمدن نتوانم این نام را به نام خدا جلسه دفاع فاینامی کارشناسی ارشد هم شروع میکنیم با عنوان مدلسازی و تحلیل دینامیکی روابط مامانند سبودی کلن توی این مبحث یه مقدمی اول در رابطه روابط مار و لزوم اونها خدمت خواهد اومد یه مروری بر کارهای پیشین کارهایی که انجام شده این حوزه و یه مبحث شبیه‌سازی روابط رو انجام میدیم بعد میریم سراغ فصل سینماتیک و بعدش هم به تقنیمانی و یه قسمت نتیجه‌گیری پیشنهاد کنیم اصولا با توجه به افزایش گسترش حوزه دانش بشری و وجود جاهایی که حضور انسان تقریبا غیر ممکن بود ربات‌ها نقش پررنگی پیدا کردن از اون به بعد ربات‌هایی که مخصوصا به خصوص چند منظوره بودن یکم بیشتر ضرورت پیدا کردن و از بین این ربات‌های چند منظوره ربات‌هایی که موبایل بودن یا محرک بودن حضورشون پررنگ‌تر شد کلا توی ربات‌ها عوامل خویش‌برنده مثلا ربات موبایل چرخ‌ها هستن تصمیم‌ها زنجیره یا همشنی‌ها هستن پاها و حرکات بدن هستن که می‌تونن باعث پیشرفت بشن توی حیوانات هم همین هم صادقه یه سری حیوانات مثل پستاندار هستن که با توسط پا حرکت می‌کنن و یه سری دیگه مثل حشرات حالا یا مثل مارها و کرم‌ها یا آبزیان توسط حرکات بدنشون پیشرفت می‌کنن توانایی حرکت مارها یا ربات‌های مار از خزینه گرفته تا نقب زدن و بالا رفتن از مقامه و حتی شنه کردن هست که خب یک مزیت بسیار خوبی برای ما هست که بخوام روشون تعریف و حالا تبعوض کنیم مزایای ربات‌های مار اینه که سطح مخفی خیلی کوچیکی نسبت به طولشون دارن این باعث میشه که بتونیم توی مکان‌های حالا سمور عبور یا گذرگاه تنگ ازشون استفاده کنیم قدرت بالا رفتن از ارتفاع چند برابر بدنشون یا موانعی چند برابر بدنشون رو دارن که خوبی مزیت خیلی خوبی به نسبت ربات شهردار و عبور از انگار عوارض زمین که حالا عوارض مختلف زمین که حالا ربات شهردار با مشکل باش مواجه هستن ربات ما میتونن با سادگی از اون عبور کنن و شیوه های راه رفتن این ربات ها به خاطر نزدیک بودن مرکز ثقلشون به زمین خیلی پایدارتر نسبت به ربات های دیگه که حالا مرکز ثقلشون بالاتر میاد و درجه آزادی بالایی که اینا دارن معیوب شدنشون رو یک جوری کمتر میکنه یعنی اگر در یه قسمت از این ربات معیوب بشه باز هم میتونه به مسیرش ادامه بده این خیلی به درد ربات هایی میخوره که حالا دور از دسترسه و کارها به راحتی نمیتونه ربات رو تامین کنه و یه مسئله دیگه اینه که به صورت هم بازوی رباتی که میتونن استفاده شن و هم به صورت یک حامل تجهیزات از معایبشون هم میشه گفت خب مارها اصولا حیوانات سریعی نیستن و پیچیدگی تحلیل و طراحی مدل سازیشون باعث میشه که به راحتی ما نتونیم توی این اصلا وارد شیم و اینا رو هم تایید حالا به سادگی تحلیل قرار بدیم و بتونیم مدل سازی کنیم و این مسئله دیگه ای که هست اینه که مشکلاتی که دارن حمل تجهیزات به راحتی که عنوان کردیم نیست در نهایت بتونیم روی اینا دوربین یا تجهیزات خیلی خاصی به کار بزنیم و مسئله دیگه به خاطر استرکاکی که این ربات‌ها دارن بازدهی اونها رو مناسب انجام کارهای خاص نمی‌کنه مسئله دیگه کاربردهای این ربات‌ها هستن این ربات‌ها کاربردهایی که دارن میشه شامل بازرسی‌ها توی حالا لوله‌ها یا مثلا صنایع آب و فاضلاب بعد اکتشافات برای صنایع حالا نفت و مثلا گاز و اینها و پزشکی برای عملیات مثل لاپروسکوپی و عملیات پلژینز به صورت بازوی مثلا روباتیکی باشه
سالو بیاریم چون تو آزمایشگاه